درود بر شما. سوم شهریور ماه 1402 خورشیدی و 25 اوت 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به افشاگری های کانال تلگرامی رادیو گیلان. پرده آخرم طبق روال هر هفته آخر برنامه. ببینین، نمیدونم اگه بشه گفت انقلاب، چونان که کانال تلگرامی فارسی صدای آمریکا نوشته است به این صورت که خدمتتون میخونم: زیر پوست شهرها و روستاهای ایران در جریان و ملتهب بگیر و بنده حمله کردن، بازداشت، یعنی وقیحانه ترین حمله های فاشیستی به خانواده های دادخواه، بچه هاشون رو کشتن، میرن میگیرن، پدر مادر میزنن زندان، حمله میکنن، کتک میزنن، تحقیر میکنن، بگیر و بنده در استان گیلان و استان های دیگه. و خدمتون عرض کنم که در پی گزارش ها از ایزه در خوزستان مبنی بر کشته شدن دو معترض توسط نیروهای حکومتی، یک منبع مطلع در ایران به صدای آمریکا گفت انقلابی که پارسال شروع شد هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نیز این را می داند. ببینید، هرچه حکومت حمله می کنه، هم از طرف دیگه مردم و جوانان نمیتونن عقب بشینن، حقشون رو میخوان. بنابراین این شعله ور شدن بخشی از ذات در واقع موقعیت فعلی ایرانه. و همچنین روزنامه‌نگارها و فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی که به ویژه در خارج از کشور دستشون بازتره، به عنوان صدای دادخواهان و اون روی سکه، یعنی افشا کننده فساد حاکمان سرکوبگر، نقش خیلی مهمی پیدا میکنن در این وضعیت. حالا میگم چرا. و خب برای اینکه مسئولان حکومت، که فساد مسئولان حکومت اولا سراسری است و ساختاری، و مسئولان فاسد که یکی دوتا نیستن، بعضی ها سوال میکنن رضا ثقتی کجاست؟ همونجا که سید مهدی حقشناس هست، همونجا که سعید طوسی هست، همونجا که بقیه شون هستن. این خوبه که آدم پیگیری کنه، ولی ثقتی یکی از انبوه مدیران دولتی فاسده، حقشناس یکی از انبوه آخوندهای ریایی است. مگه یه دونه ثقتی و یه دونه سعید طوسی و یه دونه حقشناس دارن جمهوری اسلامی رو مدیریت میکنند که حالا اگه اینا مجازات بشن، مثلا فساد حکومت دروغ و ریای جمهوری اسلامی از بین میره؟ البته هرچه اینا رسواتر بشن، عرصه براشون تنگتر میشه، و این قطعا برای خلاصی از وضع موجود ضروری است. رضا ثقتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود، استان گیلان، و خیلی ایشون برای حجاب و عفاف خانم ها فعالیت میکرد، طرح و برنامه پیاده میکرد و اینا. یاد که صحبتاشو بشنویم اول، که در همایش آغاز به کار قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور گیلان، اون همایش سیمای آقایون باش مصاحبه کرده بود قبل از این رسوایی اخیر،
احمد مقیمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور در این مراسم با اشاره به اینکه جهاد تبیین یعنی گفتگو برای حل شبهات گفت تبیین فلسفی حجاب و عفاف بسیاری از مشکلات در این بخش را حل خواهد کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم در حاشیه این مراسم گفت باور ما و اعتقاد ما این هستش که مسئله حجاب و تقویت زیست عفیفانه بایستی توسط خود مردم هم راهبری بشه و هم مدیریت و پشتیبانی و ارتقا داده بشه. از این حیث کانون‌های فرهنگی و هنری ما به عنوان عملیاتی ترین بستر فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد یک مأموریتی بهشون محول شد. اینکه بیان با رویکرد فرهنگ و هنر در راستای ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری این رویداد و این فرایند رو پیش ببرند. در پایان این مراسم به 100 نفر از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان حکم دبیر قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور اهدا شد. این خودش کافی است. بدون شعر این ذات جمهوری اسلامی و آنچه که بروز کرده از این ذات اینه، حجاب عفاف. بعد اینا برنامه ریزان این حجاب عفافن، عفاف. بعد اینا مجریان عفت. و فرد دیگر اخیراً مشهور حجت الاسلام سید مهدی حقشناس، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان. ایشون طبیب اسلامی هم هستند اگه نمیدونستین. تو دوره کرونا تو عطاریش میشست داروی امام باقر رو دعا درمانی تجویز میکرد. ما با سه مسئله بسیار مهم درگیریم. مسئله اول عادی شدن و ترویج گناهان اجتماعی، مسئله دوم ترک امر به معروف، و مسئله سوم غفلت از خدا. غفلت از خدا، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا، ذکر خدا و نام خدا باید باش مأنوس باشیم. این ایام ایام دعاست. دعا درمانی یکی از ارکان مهم و ویژه در طب اسلامیه. دعا درمانی و انس با خداوند تبارک و تعالی علاوه بر اینکه قلب ما رو مطمئن میکنه، ترس رو از ما میگیره و استرس رو از ما میگیره، ما رو محفوظ میداره از انواع بلیات و گناهان و بیماری ها. انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو عامل به سبک زندگی اهل بیت قرار بده. بله، 24 ساعت هم ایشون ذکر خدا میگفت و اینا. خب در خدمت آقای پیمان بهبودی هستیم، سردبیر کانال تلگرامی رادیو گیلان. خوش آمدید به امشب صفحه آخر آقای بهبودی. ببینید، در کانال تلگرامی رادیو گیلان و بسا بقیه پلتفرم هایی که در فضای مجازی شما اداره میکنین سردبیرشو دارین، گفته این که مستندات لااقل 10 مورد دیگر و بسا رسوایی آورتر از فساد ثقتی و حقشناس رو دارید. کسایی رو البته افشاگری هایی میبینم میکنید، همچنان ادامه داره، سر ایستادن مطلقا ندارید، منابع به دستتون میرسونن. و ولی وقتی که این ماجرای ثقتی و حقشناس ترکید توی فضای مجازی و رسانه‌ای به طور کلی در ایران و در خارج از ایران، شما تو یکی دو تا لایو فکر میکنم لایو تلگرامی یا اینستاگرامی گفتین که موارد دیگه ای هست که نمیدونم چرا حالا منتشر نکردید یا نگفتید، نمیدونم چه هستند و که هستند اینا آقای بهبودی. خب من سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترم صفحه آخر. بله، همینطور که شما فرمودید، به هر حال رادیو گیلان یک رادیوی که الان بیش از یک دهه است که بحث افشاگری رو داره و کلاً هدفش هم همینه، سیاستش هم همینه و از این پس هم همین خواهد بود. در خصوص این مواردی که ما فیلم هایی که از جناب آقای ثقتی پخش کردیم، بله، در کل 13 حلقه فیلم بود دیگه که در اختیار ما گذاشته بودن، 13 تا ویدئو بود و متاسفانه
در تمام این فیلم ها ما همون موارد مثبت 18 آقایون رو داشتیم، اما ما به محضی که سه فیلم اول رو منتشر کردیم، یعنی از همون فیلم اولی که منتشر کردیم به جناب آقای وزیر این هشدار رو دادیم، چنانچه شما اگر نخواهید این شخص رو ظرف 24 ساعت از کار برکنار کنید، پس ما به همین افشاگری خودمون و پخش فیلم ها ادامه خواهیم داد. که حالا خب ما دومین فیلم هم پخش کردیم، سومین فیلم هم پخش کردیم که جناب آقای وزیر دیگه خلاصه یک جورایی عرصه رو بر خودشون تنگ دیدند و دستور برکناری این جناب آقای ثقتی رو دادن و بعد از اون ما دیگه یک جورایی برای احترام گذاشتن به بینندگان خودمون، یک جورایی که نخواهیم جو عمومی رو برهم بزنیم، به هر حال ما لب کلام رو گفته بودیم در همون سه ویدیو، ما می‌خواستیم به همه یک جورایی ثابت بکنیم که این افراد دارای چه ماهیت کثیفی هستن. خب ما تو سه ویدئو دیگه بر همگان واضح و مبرهن شد که ماهیت این آقایان به چه گونه است. دیگه بعد از اون تصمیم گرفتیم که یکم آرامش پیشه کنیم و بقیه فیلم ها رو فعلا نگه داریم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اون وقت آیا اون چیزایی که نگر داشتین ببینین چه اتفاقی خواهد افتاد اتفاقی افتاده یا اینکه میخواین بازم نگر دارین؟ نگاه کنید فیلم هایی رو که ما الان در اختیار داریم خیلی مستحجنه. ما علارغم اینکه همون دو سه تا فیلم اولیه رو هم پخش کردیم، با اینکه خودمون تاریکش کردیم، با اینکه خیلی سعی کردیم که یه ذره خلاصه عفت و عمومی رو نگه داریم دیگه، به هر حال ما هم یک رسانه هستیم، نباید هر چیزی که به دستمون رسید به همون صورت هم پخش بکنیم. به هر حال یه ذره عاقبت اندیشی کردیم، یه ذره رعایت به هر حال انواع و اقسام افراد بیننده برنامه های ما هستن، تو کانال ما هستن، رعایت حال خیلی ها رو کردیم، احترام گذاشتیم. بقیه فیلم ها رو البته بی خرد جمعی بود، تصمیم خود شخص بنده نبود، ما گروهی هستیم تو سردبیری که با هم صحبت میکنیم به نتیجه میرسیم و اونو اجرایش میکنیم. خرد جمعی در این خصوص گفت خب ما خواستیم نتیجه بگیریم که این شخص برکنار میشه، ماهیت این شخص و اشخاصی که پشت سر ایشون هستن برای همگان هویدا میشه و اینطور هم شد دیگه. لزومی ندیدیم حالا بخوایم دوباره این آتشی که اینجوری داره زبانه میکشه رو بیشتر شعله ورتر کنیم. ببینین من درباره فرد البته صحبت نمی کنم، یه سوال ازتون دارم و اون این است که برکناری این افراد شما توضیح دادین، من دیگه تکرار نمی کنم برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم، خواست برکناری این افراد رو داشتین، مثلا ثقتی رو برکنار شد بالاخره و اینها با افشاگری های شما، برکناری این افراد چه فرقی میکنه در چگونگی حکومت کردن جمهوری اسلامی؟ اینو برمیدارن یکی دیگر میذارن جاش و همین بس همین این همین باشه یا بدتر از این باشه؟ نه خب من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ما دقایق قبل یک فیلم رو بارگذاری کردیم از شخصی که ایشون اتفاقا تو شهرستان رودبار فرمانده پایگاه بسیج هستن، مشاور امام جمعه هستن، شهردار رستم آباد بودن و یک آدم زوبه در ولایت هستن. ما همین چند لحظه پیش تو کانال تلگرامی خودمون یک فیلم بارگذاری کردیم که ایشون وارد یک خانه‌ای میشه تو حوزه استحفاظی شهرداری رستم آباد و خانوم متأهلی، یعنی خانومی که شوهر داشتن رو اونجا ورود میکنه، به زعم خودش رفته بوده برای بازدید میدانی ولی به خانه این خانوم ورود میکنه، خیلی به ایشون نزدیک میشه. البته ما قسمت اول این فیلم رو گذاشتیم تا اونجا که ایشون لباس خودش رو در میاره و آماده میشه که یک سری کارهایی رو انجام بده. ما امروز فهمیدیم که البته چرایی پخش بارگذاری این فیلم رو خدمت شما عرض میکنم، ما امروز فهمیدیم که قرار ایشون شهردار یک شهر بزرگتر بشه، یعنی علارغم این که مسئولان امنیتی اون شهرستان
با خبر بودن که ایشون یک همچین کاری رو انجام داده و ایشون یک مفسد اخلاقی و مالی هستن، اما چون پیشینه ای داشته به عنوان مشاور نماینده ولی فقیه در اون شهرستان و فرمانده پایگاه بوده، آن تخلفات ایشون رو نادیده گرفتن و خواستن تا همین چند روز آینده نظر بعضی از اعضای شورای شهر منجیل رو جلب بکنند و ایشون رو به عنوان شهردار اون منطقه معرفی بکنند، که ما آمدیم داریم الان یه جورایی پیشگیری میکنیم، آمدیم قسمت اول رو منتشر کردیم امشب و هشدار دادیم چنانچه شما یه هفته های آینده بخواید این شخص رو به عنوان شهردار اون شهر معرفی بکنید، ما قسمت دوم فیلم که یک فیلم مستعجنه علارغم میل باطنی ما فیلم رو مجبوریم پخش بکنیم تا مردم بدونن که ماهیه، البته مردم دیگه الان همه میدونن، یعنی بعد از یعنی قبل از اتفاقات این جناب آقای ثقتی مردم با ماهیت پلید و ببخشید عذر میخوام کثیف این رژیم آقای بهبودی ببینیم قربونتون برم، یک سوال روشن دارم من، یکی اینکه این آقایی که گفتین آقای چگینی درست میگم الان؟ نظامی‌بند چگینی که شهردار رستم آباد بوده و کنارش کردن به دلیل داشتن فساد مالی و اخلاقی، اینا رو من رو کانالتون دارم میخونم. خب ببینین، نه من سوالم اینه که هدف شما از این افشاگری ها چیه؟ برکناری افراد یا چیز دیگه ایه؟ ما در این قضایا دو هدف رو به موازات هم دنبال میکنیم. هدف اولمون اینه که پیشگیری بشه، به هر حال اینکه یک فاسد به هر حال از مفسدین کم بشه باز خودش جای شکرش باقیه، و در کنار این میخوایم به مردم ذات پلید این افراد رو هم یه جورایی بشناسونیم. ذات پلید این افراد یا اینکه ذات پلید حکومتی که این افراد مدیراشن؟ خب به هر حال اینها شاکله اون حکومت هستن، وقتی اینها نباشن نابود بشن خب اون به طب اون حکومت هم نیست دیگه. خب پس ما سعی میکنیم که در کنار پیشگیری کم کم اینها رو، یعنی یک جوری زیر این ریشه رژیم رو بخوایم بزنیم بخشک کنیم و اینها رو یکی یکی از این ریشه کنار بزنیم، در نهایت بتونیم خود این رژیم جنایتکار رو سرنگون کنیم. درود بر شما. ببینین از جمله چیزایی که من اشاره کردم که شما همچین نصف نیمه و مبهم، یعنی شاید 10% قضیه رو بیشتر نگفته باشین در کانالتون، در پیوند با جامعه الزهراست. بزرگترین به من میخوام روی این موضوع خود مکس بکنم ازتون بپرسم اینم چقدر میتونم از زیر زبونتون بکشم خلاص. ببینین در کانالتون چیز روشنی نیست در مورد جامعه الزهرا، فقط اشاره کرده اید که جامعه الزهرا که میگویند بزرگترین حوزه علمیه زنان یا به قول خودشون خواهران در خاورمیانه یا در جهانه، نمیدونم، البته یک مجموعه عظیم لوکس. این جامعه الزهرا فسادی که در واقع مگه میشه که مردا فسادای اخلاقی داشته باشن، حکومت ریایی رو مدیریت بکنن، خودشون ریاکار و حقباز باشن و زنها این همه خواهر نمیدونم چی بگم چی میگن بهشون اینا دیگه، اینایی که مال گشت هستن و نمیدونم نمیدونم چیشی کماندو و نمیدونم از این حرفا، این کلی اینا هستن دیگه، و غیر از این تو حوزه های به اصطلاح علمیهشون اینا کلی اینا خودشون در واقع به درجه اجتهاد میرسن ولی خب مجتهد نمیتونه زن باشه، کلی اینجوری هست. حالا من میخوام روی این جامعه الزهرا مکس بکنم، مگر میشود که در بین زنان حاکم بر سرنوشت زنان جمهوری اسلامی در واقع همدست مردانی که در جامعه و حکومت پدر سالار حاکم بر سرنوشت همه هستند از جمله به ویژه زنان با این حکومت مذهبی شیعه، مگه میشه این زنا فسادی که مردان دارن رو نداشته باشن؟ جامعه الزهرا مجموعه بزرگی سرس کردم که من حالا میخوام مشخصا مکس بکنم به رو مجموعه ورزشی داره به اسم مجموعه شهیده سیاری،
این مال جامعه الزهراست. خواهران در 19 رشته ورزشی در کلاس‌های مجموعه فرهنگ ورزشی شهیده سیاری جامعه الزهرا علیه السلام تمرین می‌کنند زیر نظر مربیان عمومی و خصوصی، بعدم میرن استخر و سونا و ماساژ. مدیریت جامعه زهرا یعنی همین حوزه علمیه خواهران مثل هر نهاد حکومتی دیگه با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه. خرداد 1400 رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران مبنی بر مدیریت سرکار خانم سیده زهره برقعی بر مرکز علمی حوزه‌ای جامعه الزهرا علیه السلام موافقت نمودند. چه میدونین در این باره آقای که اشاره فقط میگم فقط اشاره ای کردین در کانالتون، چه میدونین؟ یعنی چه اسنادی، چه منابعی، منابعتون چی به شما رسوندن؟ این صحبت نشده، همش رفتین سراغ مردا. بفرمایید، خواهش میکنم. درسته، شما اطلاعات خوب و زی قیمتی رو الان منتشر کردید. ما هم میخواییم سکوت بکنیم، فعلا چیزی نگیم، چون الان ما یک هدف داریم و اون هدف ما 25 شهریوره که از تمام مردم بخواییم به کف خیابان ها آمده و در انقلاب زن زندگی آزادی به ما بپیوندن، چون الان هدف اصلی سرنگونی رژیم آخوندیه. اما خب در مورد اشاره خوبی داشتی در مورد همین مرکز که در اصل بهش میگن که حوزه علمی خواهران قم، که همون جامعه الزهراست که شما میفرمایید. بهتره ما بله این تصاویرش هم که دارید شما میبینید، بهتره ما بگیم که امپراتوری جامعه الزهرا، چون اینجا واقعا یک امپراتوریه و داخلش هم فجایعی داره رخ میده که شاید هم یک درصدش رو مردم، حتی افرادی که در شهر قم زندگی میکنن، ازش با خبر نباشن. اگر اجازه بدید بذارید من استناد بکنم به حرفهای یکی از دانشجویانی که چند وقت پیش با سردبیری رادیو بیلان ارتباط گرفتن و خیلی هم اصرار داشتن که یک سری موضوعاتی رو با ما در میان بگذارن. اگر شما موافق باشید من این نقل قول رو از طرف ایشون داشته باشم. خواهش میکنم. یک اتفاق فاجعه باری بوده، حالا به زعم من که دارم خدمتتون عرض میکنم. چند وقت پیش یک دختر خانومی با سردبیری رادیو گیلان تماس گرفتند و اصرار داشتن که با بنده صحبت بکنم. وقتی من با ایشون شروع کردم به مکالمه، گفتن که من کسی بودم که چون تو یکی از شهرهای مذهبی ایران زندگی میکردم و دارای خانواده بسیار مذهبی بودم، علارغم میل باطنی خودم به اصرار خانواده رفتم و در اینجا ثبت نام کردم، یعنی در همین حوزه علمیه خواهران قم یا همون جامعه الزهرا. بله میگه که رفتم و خلاصه چند ماه اول برای من واقعا بیگانه بود، چون این ظاهری رو که شما میبینید خیلی خوب، خیلی جالب، ولی وقتی داخلش میرید کلن تشکیلات این یک پادگانه و سلسله مراتبیه و شما حق مثلا شما تو سطح اول دارید درس میکنید یا همون ترم اول دارید درس میکنید، هیچ وقت حق ندارید به ترمهای دیگه ورود کرده تو سطوح اونها برید، یا الان همین جاهای لاکچری که استخر رو نمیدونم جکوزی. خیلی جالبه چون ما از قبلها تا میشنیدیم حوزه علمیه یکی مکتب یادمون میامد، یکی هم حجره یادمون میامد. الان شما این استخرهایی که دارید میبینید، این سناب و جکوزی و اینها، من اتفاقا همین سوالها رو از این خانم پرسیدم، ایشون گفتن که این اصلا مال ما دانشجوها نیست، اینها فقط به نام ما هست ولی برای استفاده دیگران هست. ایشون یک اتفاق بسیار وحشتناکی رو برای من تعریف کردن. گفتن که من در همون چند ماه اولی رو که به اونجا رفته بودم، یک روز برای نماز صبح، اینها همه در خوابگاهی زندگی میکردن که اسم خوابگاه سرای خدیجه بود، میگو ما یک روز برای نماز صبح چون اجبار بود دیگه باید بلند میشدیم، وقتی بلند شدیم وضو گرفتیم و اینها، دیدیم از چند تا سالن اونورتر صدای جیغ و فریاد شنیده میشه. وقتی خودمون رو به اونجا رسوندیم دیدیم که یک خانومی
که از کشور افغانستان شهر هرات بوده و یه چند سالم زودتر آمده، یعنی از این خانومی که به تازگی رفته بوده برای تحصیل که همین فراگیری دروس حوزوی بوده، اون خانم چند پله بالاتر بوده. اینها وقتی به اون سالن میرسن، به اون خوابگاه میرسن، میبینن که این خانم حالا قرص خورده یا چیکار کرده، فوت شده. خیلی سریع میگن که اطلاع دادن، مسئولین آمدن، حراست آمدن، این خانم رو جمع کردن و برداشتن بردن و از همه خواستن که تحت هیچ شرایطی این رو جایی بازگو نکنن. میگه بعد از چند روز که گذشت، به هر حال اون خانم دوستی داشته تو همون همکلاسی های خودش، عزیزانی داشته که پیگیری میکردن از وضعیت ایشون. که یک روز، البته اینو من عرض بکنم، اولش باید اینو میگفتم به شما، این اتفاق در دیماه سال 1399 رخ داده. اون زمان ریاست جامعه الزهرا که یک حوزه علمی خواهران هست، با یک برادر بوده، با یک آخوند آقایی بوده به نام حجت الاسلام و المسلمین، سید محمود مدنی بجستانی. این بجستانی رو اگر من درست تلفظ کرده باشم، ایشون رئیس اون تشکیلات بودن که بعد بچه ها بلند میشن میرن پیگیر میشن که این خانوم وضعیتش چی شد، که همین خانومی که الان رئیس جامعه الزهراست، یعنی خانوم برقعی، اون زمان مدیر کل یه حوزه ای بودن با همون زیر مجموعه، که برمیگردن به بچه ها، به دانشجوها میگن که این خانوم به علت داشتن مشکلات خانوادگی که تو افغانستان خانوادش تو شهر یکی از روستاهای اطراف شهر هرات بوده، به علت مشکلات خانوادگی و داشتن تعلم خاطر دست به خودکشی زده و فوت شده. بعد از اون دوستانی که دور و برش بودن و روایت این دختر رو میدونستن، آمدن این رو تک تک برای بچه ها نقل کردن که کل ماجرا این بوده. بچه‌هایی که تو سطوح بالا تو همین جامعه الزهرا درس می‌خونن، غالبا برای اینها یک دوره‌های کارورزی یا کارآموزی می‌ذارن تو کل شهرستان قم، تو همین حوزه‌های علمیه، تو همین مراکزی که زیر مجموعه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه قم هست. و این دختر خانم که حتی اسمش هم به من گفتن که میتونید بیارید، خانم فاطمه حسینی که از کشور افغانستان شهر یکی از روستاهای شهر هرات بودن، ایشون رو برای کارآموزی فرستاده بودن به ستاد همکاری حوزه علمیه قم و آموزش و پرورش، یک اداره ای بوده، حالا نمیدونم چه کارهایی رو انجام میداده. این خانم رو میفرستن برای اونجا به صورت کارورزی، که این بنده خدا وقتی متاسفانه میره اونجا برای کارآموزی، ریاست اون ستاد همکاری حوزه علمی قم و ریاست ستاد همکاری حوزه علمی قم و آموزش و پرورش نسبت به این دختر خانم تعرض میکنه، تعرض جنسی میکنه. تا آنجا مسئله پیش میره که این خانم حامله میشه، این دختر خانم، یعنی خانم فاطمه حسینی. و جالب اینجاست که این خانم قبل از اینکه اقدام به خودکشی بکنه، اول میره آزمایش میده و وقتی مطمئن میشه که حامله شده، با یکی از مسئولین خودش که استاد خودش هم در این حوزه بوده صحبت میکنه و اونجا به ایشون میگه که من متاسفانه گول صحبت‌های این حاج آقایی که رئیس اون ستاد هست رو خوردم و الان ایشون به من قول داده بودن که با من ازدواج خواهند کرد. من البته اون حاج آقای همسر داشته، به ایشون قول داده بود که شما به عنوان همسر دوم من خواهید بود، مشکلی نیست و اینها. ولی وقتی که فهمیده بود این خانوم حامله شده، ایشون رو پس زده بود، گفته بود نه، ما هیچ مرابطاتی با هم نداریم، اگر بخوای زیادی هم پاتو از گلیمت هم بالاتر بذاری، من بر علیه شما اعاده حیثیت میکنم، شما میخوایید به اسلام، به دین، به حوزه، از یک کشور دیگه هم آمدی و میخوایی یک کاری بکنی که ما تضعیف بشیم در جهان اسلام. و به همین خاطر این خانوم میاد با یکی از اساتید خودش صحبت میکنه، میگه حالا این اتفاقی که برای من افتاده، من از اونجایی که از افغانستان آمدم و پدر مادر من و برادران من بسیار آدمهای مذهبی و خوشی هستن، اگر بدانن یک همچین اتفاقی برای من افتاده، من رو به دار مجازات میکشونن، شما زحمت بکشید با این حاج آقا صحبت بکنید، اگر امکان داره من رو به عقد خودش، یعنی به من رو به عقد خودش در بیاره.
که همونجا هم همین خانومی که ایشون با ایشون مشاوره کرد ایشون رو پس میزنه، میگه تحت هیچ شرایطی این موضوع رو نباید جایی بازگو بکنیم، ما کاری برای تو میکنیم که تو بری بچه رو بندازی. که بعد از این میشه این دختر خانوم میاد با دوستان خودش، همونایی که تو همون خوابگاه باهاش بودن، حالا همکلاس بودن، چیزی که بودن، با اینا در میان میذاره و میگه که من یک همچین بلایی سر من آمده، من چه کار باید بکنم. ولی وقتی میبینه هیچ اتفاقی براش نمیفته، یک روز همه صبح بلند میشن میبینن ایشون خودکشی کرده. نکته جالب دیگه این که ایشون رو بعد ایشون یک دامادی داشته، یعنی شوهر خواهری داشته، وقتی اینها زنگ میزنن به هرات برای خانواده این دختر که بیاین ایشون اینجا مشکل نمیدونم روحی روانی پیدا کرده، به اونها این رو میگن، یه جور دیگه وانمود میکنن که ایشون دست به خودکشی زده و فوت شده، بیاین جنازه رو ببرید. اون خانواده برمیگردن میگن اینجا روستای کوچکیه، ما اگر دختر جوانی رو که دادیم برای تحصیل الان بیاریم اینجا دفن بکنیم، فردا پشت سر ما هزاران حرف در میاد، پس شما بهتره همونجا یه کاریش بکنید. و به نمایندگی اون خانواده، داماد آن خانواده به قم میاد و این بنده خدا رو میبرن یک جایی، در حالی که جنین در شکم بچه است، در شکم این خانومه، خانوم فاطمه حسینی، و میبرن جایی که کسی خبری ازش نداشته باشه دفنش میکنن. که حتی همین دانشجوهایی که باهاش دوست بودند و اینا میرن و میگن که آقا لاغل جا رو به ما بگید، ما مثلا شب جمعه بریم برای فاتحه و اینها، اینا میگن که ما هیچ گونه اطلاعاتی نداریم و شما نباید این رو جایی بازگو بکنید. بعد از اون همین بچه های دانشجو میرن با خانواده های خودشون صحبت میکنن و میگن یک همچین اتفاقی افتاده و میان جلوی دفتر مدیریت شلوغ میکنن، یعنی کار به شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه قم، یعنی اون آقای بوشهری نمیدونم کیه، حتی تا آنجا هم کشیده میشه و بسیار شلوغ میشه. و آقایانی که به هر حال این جامعه رو ظرفا، شما میدونید که به صورت هیئت امناییه، درسته حالا خامنه ای دستورش رو میده، ولی به صورت هیئت امناییه، تا جایی که هیئت امنا روی این آقا زوم میکنن، روی این آقای رئیس همین جامعه الزهرا، و میگن که تو باید پاسخگو باشی که این چه اتفاقی افتاده. و نکته جالب تر این که تو همین ماه بین الان، اینو میخواستم به شما اشاره کنم که اینجا جامعه الزهرا که خیلی اسم قشنگ و خیلی هم اسم روحانی داره، ولی چه فجایعی داره داخلش رخ میده. در همین اسنایی که اینها درگیر این فاجعه بودند، یهو خبر میرسه که یکی از مدیران همین جامعه الزهرا که یک حاج خانم حاجی خانومی بوده، با یکی از دانشجویانی که نمیدونم مشخص اینجا آورده شده که عرب بوده، حالا یا سوری بوده یا عراقی بوده و اونجا درس میخونده، همین تو بحث حوزوی، با این خانوم در همون استخری که کنارش جکوزی داشته و اینها، خیلی ببخشید عذر میخوام، دوتا خانوم ها داشتن با هم رابطه برقرار میکردن، رابطه جنسی برقرار میکردن. و جالب اینجاست که یک خانومی که حالا به روایت من دارم نقل قول میکنم، به روایت همین دانشجویان، یک خانومی به نام خانوم جسیکا که از آمریکا در این جامعه آمده بود و در این جامعه الزهرا داشته درس میخونده، خیلی جالبه که اونجا اسمش رو عوض کرده بود به نرجس خاتون، یعنی اسم خودش رو داشته بود نرجس. این خانوم اینجور چیزها براشون خب چیز عادی بود دیگه، مشکلی نیست که از رابطه این مدیر جامعت، یکی از مدیران خانوم جامعت الزهرا با یکی از این دانشجوها، یواشکی فیلم ویدئویی میگیره و این فیلم رو از طریق واتساپ برای یکی از دوستان خودش در آمریکا میفرسته و میگه که شمایی که تمایل مثلا جنسی به هم نوع خود داری و فلان اینا، اینجا یک مرکزی هست، به شما غذای مجانی میدن، خوابگاه مجانی، همه چیزش هم به راه، خیلی هم به آدم میرسن اگر خارجی باشی، هیچ هزینه ای هم نداره و در ضمن این کارا هم که باب میل شما دوست من هست اینجا انجام میدن. پاشو بلند شو بیا اینجا، که اون دوست خودش رو ترغیب میکنه و اون دوستش چیکار میکنه، این ویدئو رو در بین خانواده به مثلا پدر مادر اونها نشون میده، اون ویدئو رو
ویدئوی ارتباط یکی از مدیران حوزه علمیه با یکی از دانشجوها، ارتباط جنسی. و جالب اینجاست پدر همون خانومی که تو آمریکا بوده و این ویدئو رو از گوشی تلفن دخترش میبینه، میاد با پدر این خانوم، نرجس خانوم که همه خانوم جسیکاست، صحبت میکنه و میگه تو دخترتو فرستادی اونجا که یک همچین اتفاقاتی بیفته. و پدر اون که مسلمان هم بودن، خیلی جالب بوده، ارتباط میگیره، حالا نمیدونم با سفارت خونه با کجا، با وزارت امور خارجه ایران، و شکایت شدید و لحن میکنه، میگه من بچه خودم رو آوردم اونجا که مثلا فرایض مذهبی و دینی و اخلاقی رو کشور مسلمانی چون ایران زیر بیرق جمهوری اسلامی یاد بگیره، ولی این چه وضعیه که این ویدئو در آمده و این مسائل پیش آمده و دوباره این عین یک بمب در جامعه الزهرا و در استان قم منفجر میشه. بعد از اون میشه که جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی مجبورش میکنن که استعفا بده. ایشون رو مجبور میکنن که استعفا بده و همین خانم برقی که الان هست و قبلا هم یکی از مدیران کل ستادی بوده رو میارن جایگزینش میکنن به عنوان رئیس همین جامعه الزهرا. اما اشاره بکنیم به اون دوتا خانومی که با هم روابط جنسی داشتن در همون، یعنی استخباراتی داشتن اون دست مسائل تو اون جکوزی و فلان، خیلی جالب بوده. همین خانم دانشجویی که با من ارتباط گرفتم، البته اینم خدمت شما عرض بکنم، بعد از اتفاقی که برای خانم حسینی، اون خانم فاطمه حسینی از کشور افغانستان، اون فاجعه‌ای که رخ میده، خیلی از پدرها و مادرها، خانواده‌ها میان بچه‌های خودشون از جامعه الزهرا میبرن، که یکی از اون افراد این خانم بوده، یعنی ایشون تنها نبوده که الان بیاد لو بده و فردا دیر بیفته، نه، تعداد بسیار زیادی بودن که آمدن. یکی از اینها حالا داره این روایت رو برای ما نقل میکنه و جالب اینجاست، میگه که بعد از برکناری این جناب آقای رئیس، اون خانومی که با اون دانشجو اون کار رو داشتن انجام میدادن با همون فناب و جکوزی و اینا، اون خانوم رو میفرستن به یکی از دانشگاه های زیر مجموعه جامعه الزهرا که تو اون مرکز نیست، جای دیگه هست، میفتستن اونجا و همونجا هم به ایشون پست مدیریت میدن. چرا؟ چون همسر ایشون یکی از سرداران سپاه در سپاه پاسداران تهران بوده. و جالب اینجاست که اون دانشجو رو هم فقط توبیخ و درجه در پرونده میکنن، یعنی بهشته میگن که چه کاری بود داشتی میکردی، باید دادگاهی بشید، باید. هیچ کاری با اونها نداشتن، فقط تنها کاری که میکنن این خانم جسیکا رو، یعنی نرجس خانم رو، از دانشگاه اخراج میکنن، میگن اگر میخوای ما شعبه در همون آمریکا هم داریم، شما میتونی بری اونجا، دیگه جای شما اینجا نیست. چرا؟ چون به هر حال یه جورایی افشاگری کرده بود. اینها واقعا به شدت از بحث افشاگری میترسن. کل برنامه‌هایی بود که من از ایشون برای شما نقل کردم. آقای بهبودی، یک دو تا سوال کوتاه، یکی این که یعنی در واقع میخوام دوباره بگین میاد صدا من از صدا شما رو دارم میشتم، درود بر شما. خب من فکر کردم که نمیشتم. ببینین داشتم عرض میکردم که یکی دو تا سوال کوتاه دارم، یکی این که در واقع میخوام مرور بکنین بگین که در آخرش که نتیجه گیری میکنیم یاد همه بمونه، این اتفاق گفتین چه زمانی افتاد؟ خودکشی اون خانومی که از افغانستان اومده بود 1300 اتفاق در دی ماه سال 1399 رخ داد. 99 اون آقایی که اون حاج آقایی که همسر داشته بود، خانم گفته بود بهش تجاوز کرده، اسمش چی بود؟ اسم ایشون رو نمیدونم ولی خیلی جالبه، اینم یادم رفت به شما بگم، اون آقا رو از همونجا اخراج کردن، یعنی بعد از این اتفاق اون آقا رو برداشتن و یک آقای دیگر رو جایگزین کردن. اون آقا حجت الاسلام و المسلمین بود، این آقایی هم که جدیدن آوردن جایگزینش کردن، ایشون هم حجت الاسلام بله، یعنی روحانی هن به هر حال. بعد اسم اون مدیری که فرمودین بهش ارتقا هم دادن و ارتقای درجه دادن و شعار سپاهیشو که در تهرانه، اونم ندارین؟
نه متاسفانه ندارم، چون این دانشجو خب یه جدید الورود بوده، همه رو نمیشناخته و چون نقل قول میشده، یعنی دانشجوهای دیگه براش میگفتن، اون اصل مطلب براش مهم بوده. اون فرد به قول شما که میگید که حالا فرد زیاد مهم نیست، شما میخواین اینو بزنید، به هر حال اتفاقیه که تو اون جایگاه افتاده. بله بله اینا بله. اون حاج آقا مدنی که گفتین آخوند بوده هست فلان، اون کجا گفتین؟ یه بار دیگه میگم اینا رو برای جنبندی دارم میپرسم ازتون. ناکنید جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی بجستانی، پیشینه شو من اگر بخوام به شما بگم، چون من یه سرچی کردم بعد از اینکه نه سر اتفاقی که افتاد شما فرمودین، یه بار دیگه بگین. ایشون رئیس جامعت الزهرا بودن، قبل از بله بله. برقعی ایشون رئیس اون مرکز بودن. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله ایشون قبلا نماینده مجلس بودن، نماینده یکی دو دوره مجلس از همون شهرستان بجستان بودند و قبل از اون هم نماینده، یعنی بعد از نمایندگی مجلس با حکم این آقای علی خامنه ای میشن نماینده خامنه ای در کشور در حوزه خلیج فارس، مشخصا دفترشون هم در دبی بوده، یه چند سالی هم اونجا میمونن، بعد بهشون پیشنهاد میشه که میان میشن رئیس همین جامعت الزهرا یا حوزه علمیه قاهران قم. من فقط از روی وبسایت جامعت الزهرا برای در واقع حسن ختام این قسمت برنامه خدمتتون عرض بکنم که جامعت الزهرا قم مدرسه علمی اسلامی مخصوص تحصیل بانوان در قم است، مانند حوزه علمیه قم، با این تفاوت که حوزه علمیه قم مختص آقایان است. در حال حاضر مسئولیت عالیه جامعت الزهرا بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عهده هیئت امنا است که عبارتند از دو نفر علما به نمایندگی از طرف شورای عالی حوزه علمیه قم، مدیر حوزه علمیه قم و 9 نفر اعضای هیئت مدیره سابق جامعت الزهرا. هیئت مدیره مرکب از آقایان حجج اسلام، محمود محمدی عراقی، علی رازینی، همشون از دستگاه قضایی، یعنی اینا از آغاز علی رازینی، محمد علی نظامزاده، مصطفی پور محمدی، کمال الدین خدامی، سید محمد رضا طباطبایی و خانم ها فریده مصطفی دختر روح الله خمینی، مرضیه معینی و معصومه گلگیری یا گلگیری یا هر چیز دیگه. به هر حال بله، پس از استعفا سید محمود مدنی بجستانی، مدیریت جامعت الزهرا در حال حاضر با خانم سیده زهره برقعی است. خب آقای بهبودی، من باز اینجا می‌خواستم تأکید کنم، یادداشت کردم که بگم که تمایل و روابط جنسی هر کسی، مطلقا هر کسی، هر فردی در رأس حکومت یا پایین‌ترین سطح جامعه، هر کی تمایل و روابط جنسی هر فردی به خودش مربوطه و جمهوری اسلامی است که میگوید نه خیر، به ما مربوطه، به اونا، نمایندگان خدا بر زمین، نمایندگان اسلام، نمایندگان شیعه، علی، مصطفی، مرتضی، فلان، و ما باید تعیین بکنیم که شما چجوری رابطه جنسی هم داشته باشید، توضیح المسائل میدن، فلان میدن، این کارو بکن، اون کار نکن، و پر صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مزخرفاتی که واقعا اینا میگن پخش میکنن و حتما گاه گاهی شنیدین. آنچه که روش تاکید میکنیم، هفته پیشم عرض کردم، دو هفته پیش، که افشای حکومت ریایی است، اون چیزی که خود آیت الله طالقانی اوایل انقلاب اگه یادتون باشه میگفت، بارها پخش کردیم این صحبت شد، میگفت بدترین نوع استبداد، استبداد دینی است، استبداد مذهبی است. چرا؟ چون در خصوصی ترین امور مردم، زندگی مردم، خواستهای مردم، ذهن مردم میخواد نفوذ بکنه و برای هر کدومش مجازاتی تعیین میکنه، جرم بدونه، چی درسته چی غلطه، برای خودش زندگی تعریف میکنه برای مردم. باری اینا رو خب بله،
اینا رو باید افشا کرد، اینایی که اومدن این کار. ببینید حوزه کاری شما های بهبودی تو روزنامه‌نگاری فقط اینا نبوده، روزنامه‌نگاری مجازی به ویژه، اطلاع رسانی درباره فساد و حکومت و انعکاس اخبار مبارزات مردم با این حکومت هم پره توی کانالتون، تو همین چند سالی که کانال رادیو گیلان راه افتاده. البته افشای فساد اخلاقی مدیران حکومت خب جایگاه ویژه‌ای داشته همیشه در کانال، و مثلا مورد سامدین حیدری که دارین میبینیم به واسطه ارتباطش با نهادهای مختلف و خصوصا نزدیکانی که در سطوح عالی امنیتی و اقتصادی داره به بعضی خبرنگارای زن در تهران و البرز، بنا به افشاگری های شما در همین کانال فشار میاره که اگر با او رابطه نداشته باشند، یعنی با حسام الدین حیدری، کاری میکنه که در قدم اول کارشون رو از دست بدن. یا مورد سحر قلی زاده که در چند تا پست افشاش کردید، یکی از پرستوهای به نام نظام به اصطلاح چی بگیم مقدس، که نوشتین با عمیق شدن ثقتی گیت وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه و شورای امنیت ملی تا کجا پیش خواهند رفت. البته فقط افشای فسادهای اخلاقی مدیران حکومت نبوده، عرض کردم فسادهای مالی و اقتصادی و راندخاری ها هم بوده که میگم پر تو کانالتون. از بالاترین رده، ما چقدر زود متاسفانه رسیدیم به یه رو به آخر برنامه، از بالاترین رده حکومت اگه شروع بکنیم، مهمترین افشاگری های مستند از معتمدان و گماشته های خامنه ای در نهادهای مختلف چه بوده است آقای بهبودی؟ خب فکر کنم حتما شما داخل کانال سرچ کردید و خیلی ها رو دیدید. ما همین اواخر بود، یعنی ماه گذشته بود، بوه همین شروعه های سقطی، ما یک افشاگری کردیم از نماینده رهبری در دانشگاه گیلان. این آقا هم یک روحانی بوده، یک آخوند بوده و قبل از این امام جمعه شهرستان خمام بودن. اونجا با یک خانومی ارتباط برقرار میکنه، ارتباط نامشروع، البته دختر خانوم بوده، ارتباط نامشروع برقرار میکنه و همه متوجه میشن خیلی محترمانه. حالا باید واقعا میامد پاش به دادگاه روحانیت کشیده میشد، ولی از اونجایی که به هر حال نماینده آقای خامنه‌ای بود، کسی جرأت نکرد ایشون رو به میز محاکمه بکشونه و ایشون رو از اونجا خیلی محترمانه بیرونش کردن. و بعد عوض این که دیگه بذارنش کنار، آمدن یه پست بهتر بهش دادن، دیدن که ایشون خیلی خوب تو بحث رابطه با دختر خانوم ها و پسرها حرفه‌ای هستن، آمدن معاونت نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان رو به ایشون سپردن. که ما چت‌های ایشون در کنار این که نمایندگی رهبری تو دانشگاه گیلان رو داشتن، استاد حوزوی یک مرکزی بودن، مرکز همین آخوند پروری به نام امام علی. اسمش چی بود آقای بهبودی؟ اسمشو الان فراموش کردم، ولی تو کانال ما هست. بله بله، خب عکسشون هست، تمام چت‌هاشون هم گذاشتیم این آقا رو الان، چون اینقدر دیگه ادامه بدین من عرضم به حضور شما. بله، ایشون تو یک مرکز حوزوی که به این بچه‌های پسری می آوردن اونجا که همین رو بحث حوزوی درس بخوندن و اینا، ایشون با یکی از اون پسرها ارتباط داشته، ارتباط نامشروع داشته، که ما چت‌های ایشون رو که با اون آقا پسر انجام دادن و یه سری عکس‌های مبتذل ایشون رو که از خودشون برای اون آقا پسر فرستاده بودن، قرارمدارهایی که گذاشته بودن، محل قرارمدارها، همه رو افشاگری کردیم. و جالب اینجاست که ایشون اینجوری گیر افتادن که میرن موبایل خودشون رو عوض میکنن که یک موبایل جدید بگیرن، آنقدر اطلاعات نداشتن که بخوان کل مثلا حافظه گوشی خودشون رو پاک بکنن. اون موبایل فروشی هم این گوشی رو میفروشه به کسی دیگه، دست کسی میافته که این اطلاعات رو از داخل گوشیش استخراج میکنه و برای ما میفرسته. و نکته جالب این که همین الانش ایشون فعلا، یعنی اون چیزی که ما خبر داریم، فعلا گفتن چون رادیو گیلان از جناب عالی افشاگری کرده و ما اگر بخوایم شما رو الان برکنار بکنیم به نفع اون رادیو میشه، فعلا شما اینجا بمونی، ولی هیچ اختیاری نداری، یعنی حق امضا ازشون گرفتن، این فقط روزانه به اون اتاق میره و
برمیگرده. یعنی از دیگه این عالی تری سطحش بود. یا مثلا آمدیم آقای سبوتی نامی بود، حجت الاسلام سبوتی، ایشون هم امام جمعه شهر کوچه اصفهان بودن در گیلان، امام جمعه بودن، که همین الانش ما فیلم مبتذل ایشون رو با یک خانوم شوهردار که برای اشتغال نزد ایشون به دفتر نماینده ولی فقیه در اون شهر رفته بودند، در همون دفتر رهبری با ایشون خلاف شرع انجام میدن و اون کار رو انجام میدن و اون خانم از اونجایی که خیلی زرنگ بود از ایشون فیلم میگیره، چون میدونسته که ایشون آدم سوء استفاده گریه و فردا کاری هم برای ایشون انجام نمیده. چندین بار این آقا اون خانم رو به دفتر خودش میکشونده که بیا برای تو کار پیدا کردم و اینها، ولی اون کار رو انجام میده. در نهایت این خانم این فیلم رو به دست ما میرسونه، اما هیچ اتفاقی، یعنی وقتی ما این فیلم رو منتشر میکنیم دادستانی دستور میدن اون خانم رو بگیرید، این آقا رو فقط خیلی محترمانه اونم چند ماه بعد از افشاگری ما ایشون رو از اون سمتشون که نماینده رهبری در شهر و امام جمعه شهر کوچه اصفهان بودن کنار میگذارن. و الان من خبر دارم که در شهر قم یک مسئولیتی توی یکی از این دفاتر آیات اعظام به ایشون داده شده. ببینید، ما کمتر از 10 دقیقه وقت داریم، امیدوارم که بشود این سوال بنده رو پاسخ بدین. یکی از افشاگری‌های مستند بسیار مهمی که کانال رادیو گیلان کرده است این اواخر زمینخواری عجیب غریب وزارت اطلاعات در استان گیلان، اینو خواهش میکنم توضیح بدین. خب اینم یک داستان مفصلیه که متاسفانه وزارت اطلاعات، از این بابت میگم متاسفانه که در تمام دنیا دستگاه‌های امنیتی یک کشور حافظ جان و مال و خاک اون کشور هستن، اما در جمهوری اسلامی کلن همه چیز برعکسه. ما به تازگی به اسنادی دست یافتیم که وزارت اطلاعات، مشخصا اداره کل حراست، شما میدونید که حراست کل کشور یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات محسوب میشه، برای اولین بار نامه تی شماره 99.432، من این رو دارم میگم میخوام دقیق باشه که فردا نگن مثلا شما دارید برای خودتون چیزی رو نقل میکنید. بله، تش نامه شماره 99.432.493.319، اداره کل حراست استان گیلان، این در تاریخ وزارت اطلاعات، بله همین نامه، یعنی برای اولین بار رخ داده که طی این نامه از اداره کل منابع طبیعی خواسته میشه که 20 هکتار زمین‌های منابع طبیعی رو که چسبیده است به منطقه آزاد انزلی، یعنی یکی از مناطقی که گرونترین زمین‌های ساحلی رو در خودش داره، یک نامه میزنن و میگن که شما 20 هکتار از زمین‌هایی که انفال و جزء اراضی ملیه و اصلا مال بیت الماله، اینو به ما بدید، ما میخواییم نگهداری و حفظ اراضی ملی بکنیم. بله، در همین روستای چپرخورد زمان، یک روستای توریستی بسیار زیباییه. کجای دنیا شما سراغ دارید که وزارت اطلاعاتش یا دستگاه امنیتیش بیاد زمین بگیره برای حفظ نگهداری؟ اصلا یک چیزیه که یه پارادوکسی بینش هست. به هر حال اینا با رابطه ای که داشتن و از اونجایی که یوسف‌پور مدیر کل وقت منابع طبیعی یک آدم فاسدی بود و مشکل داشت و میخواست مشکلش در وزارت اطلاعات حل بشه، 20 هکتار از این زمین رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار میده و وزارت اطلاعات که از قبل میدونسته که این زمین‌های بکر رو در اختیار خواهد گرفت، حالا با زور بوده با توپ و تفنگ بوده، یک شرکتی رو بین خودشون ثبت می‌کنن. جالب، نکته جالب اینجاست که ما از دوستانی که در داخل گیلان بین دوستان بین بچه‌های امنیتی که داشتیم، ما این اسامی این افراد رو در اختیار اون عزیزان خودمون، نماینده‌های خودمون در داخل استان گیلان قرار دادیم که رمزگشایی بکنن این افرادی که جزء هیئت مدیره این 20 هکتار زمین شدن چه کسانی هستن. خروجیش این بود، اون آقایانی که الان عضو این هیئت مدیره هستن، آقایان محسن کافی
ایشون قائم مقام یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات هستند. آقای محمد رضا نامدار ایشون معاون مدیر کل یکی از ادارات کل وزارت اطلاعات هستند. آقای رضا حقجو ریاست ستاد خبری وزارت اطلاعات، یوسف امین سربندانی، البته اینا همه اسمای دومی هم دارن، مثلا حقجو به نام مقدادی، یوسف امین به عنوان سربندی، اینا با اسم دوم تو وزارت شناخته میشن. آقای هادی سرپرست ایشون هم مدیر کل بوده، آقای محمد یحیی‌زاده ایشون هم مدیر کل بوده، آقای مهران سجودی که به نام شاکری شناخته می شده ایشون هم معاون مدیر کل بوده و یک مدت هم رئیس کل حراست بانک رفاه کشور بوده که از بچه های وزارت اطلاعات. اینها آمدن این زمین رو گرفتن و قرار بود اونجا حفظ نگهداری امور اراضی کشور، امور اراضی ملی کشور رو داشته باشن، آمدن از ماسه های کنار، یعنی یک گرون اولا که بابت گرفتن اونجا پولی پرداخت نکردن و بعد برای اینکه بیان خیابون بندی بکنن، زمین رو تصحیح بکنن، آماده سازی بکنن، برقش و آبش و همه رو بیارن، آمدن چیکار کردن؟ تمام ماسه های کنار ساحل رو شبانه فروختن طی یک پروسه 6 ماهه. کسی هم خب جرئت نداشت چون مأمور گذاشته بودن با اسلحه، هیچ کی حق ورود به اون منطقه رو نداشت. ماسه های اونجا رو فروختن با پول ماسه های اونجا که میلیاردها تومان شد، اونجا رو خیابون بندی کردن، درست کردن، یه چیز در حدود 14 هکتارش رو در ابعاد 500 متری آماده کردن و همین الانش به فروش گذاشتن. تو همینا به تمام مدیران کل وزارت اطلاعات که اون زمان همین آقای خطیب که الان ایشون وزیر اطلاعات هستن، اون زمانی که این زمین داشت بذل و بخشش میکرد تو بین همون بچه های وزارت اطلاعات، ایشون مدیر کل استان قم بودن، مدیر کل اطلاعات استان قم بودن، که یک پلاک دو نفش خیلی قشنگم به ایشون رسیده مفت و مجانی. همین الانش اون پلاک زمین ها رو دارن چیزی در حدود هر 500 متر رو در حدود 15 میلیارد تومان خرید و فروش میکنن. برای من خیلی جالب بود، ما اینو اومدیم یک بار تو رادیو افشاگری کردیم، گفتیم آقای وزیر تو بیا توضیح بده، شمایی که میگی که ما نمیدونم عوامل زمینخواری رو گرفتیم، عوامل نمیدونم وام‌های فلان رو گرفتیم، عوامل جاسوسی رو گرفتیم، یه بار بیان از فساد خودتون بگید. آخر چطور ممکن میشه شما 20 هکتار زمین انفال امور اراضی ملی رو ورداشتید به نام خودتون کردید، یک قرونم بالاش پول ندادید و جالب اینجاست آمدید با زور اسلحه معاون قضایی دادگستری جناب آقای مسرور، معاون قضایی وقت و جناب آقای دوباره مسئول، اینا تشابه اسمی دارن، هیچ نسبتی با هم ندارن، جناب آقای مسئول مدیر عامل وقت منطقه آزاد، اینها رو زیر فشار قرار دادید و برای تمام این 20 هکتار سند تکبرد گرفتید. یعنی این یک جور فاجعه است، یعنی شما هر جوری جمهوری اسلامی رو دست میزنید یا رو بحث مالی فساد دارن یا رو بحث اخلاقی. من خیلی دوست داشتم جناب آقای وزیر بیان و در مورد این موضوع، الان زمین حاضره، حتی تموم. خواهش میکنم، متاسفانه. بسیار ازتون ممنونم آقای پیمان بهبودی، سردبیر کانال تلگرامی رادیو گیلان، ممنونم ازتون، شبتون بخیر. منم از شما ممنونم. بریم پرده آخر. همه ملائکه برای جشن قدیر توی بیت المعمور تو آسمون چهارم، بیت المعمور یه جاییه، این آسمونا که روی هم دیگه طبقات هست، اینجا که آسمون چهارمه یه فرعی می‌خوره میره تو بیت المعمور، یعنی جدای از آسمون چهارمه، توی آسمون چهارم نیست که، اینا مربوط میشه به داستان معراج. خلاصه اونجا جمع میشن برای جشن، جبرئیل میره بالای منبر هر سال، یعنی دیگه شاید خدمتش از ملائکه هم میزنه جلوتر، من نمیدونم کی تا حالا است، امسال هم که مثلا شما اینجا جشن قدیر گرفتی اونم بالا مشغول بودن. شب روزگار خوش.